مثبت و منفی هم میتونید بدین. اگر که توضیح داره که خب نظرتون رو بنویسید، یا هم در مورد کیفیت ارائه هم در مورد محتوا نظرتون رو بدونم، خیلی لطف بزرگی میکنید. مرسی مرسی. خیلی ممنونم ازتون. من میتونم بگم کامنت منفی نداشتیم. حالا بعد از اینکه ارائه تموم شد من در خدمتتون هستم. حالا یه رو 20 دقیقه آخر رو میذاریم برای پرسش و پاسخ، و اگر که صحبت خاصی دارین حالا باید صحبت کنم. اگر که شد حالا دسترسی وایس هم بهتون میدیم که یا سوالتون رو مطرح بکنید، یا اگر مثلا صحبت خاصی دارین بفرمایید. یه بریم ادامه مطلب. خب عرضم به حضور شریفتون که ما این جلسه یه ذره در مورد تکنیک صحبت میکنیم که فقط آشنا بشیم، ولی خب اصل تکنیک رو میذاریم برای جلسه فردا. تکنیک توی تصویربرداریه خاک و صورت دو شکله، یه دونه اینتراورال داریم یه دونه اکستراورال. یعنی تقسیم بندیش کلا همینه. صحبت هم کردیم که به چی میگن اینتراورال، به چی میگن اکستراورال. این ستا رو ما بهش میگیم اینتراورال چون گیرنده تصویر میره داخل دهان بیمار. خب خیلی ساده است. اینا هم بهش میگیم اکستراورال. رنگ دیگه اگه نشون بدم برو این شکل، اینا رو بهش میگیم اکستراورال. سمت راستی ها میشن اکستراورال، سمت چپی ها میشن اینتراورال. زوم هم کنم که پشن ببین. یا باش باش اینتراورال ها شامل چیا میشن؟ شامل تکنیک تریپیکال، شامل تکنیک وایت وینگ. حالا اینجا اینترپروکسیمال نوشته، خب ما میگیم وایت وینگ. البته خب اینم به اینم کامل نمیشه گفت وایت وینگ، چون که استار رو درست نداریم. لول استخوانی که در مورد صحبت کردیم رو اینجا کامل مشخص نیست. و حالا بایت وینگ استاندارد بهتون میگم که چه ویژگی داشته باید داشته باشه. یکیش اینه که دول استخوانی خوب توش دیده بشه، چون یکی از اندیکاسیون های بایت وینگ همینه که دول استخوانی توش بررسی بشه. حالا پی آر پی کال برای مواقعیه که ما یه دندون رو کامل بخوایم ببینیم از تاج تا ریشه. خب پس معیار ارزیابیش هم معلوم شد دیگه. اگر که ما تاج رو کات کنیم اون پی ای خوبی نیست، بهش پی ای هم میگم پری اپیکال. اگر که ریشه کات شه باز هم پی ای خوبی نیست. اگر که مثلا زاویهش خوب نباشه که الان میگم زاویه خوب به چی میگن، باز هم پی ای خوبی نیست. و کلا این آپشن ها رو باید داشته باشه. اوکلوزال برای کیه؟ ببینید ما
قبل از اینکه اصلا به سی تی فکر نکنیم، فکر کنیم ما بررسی سه بعدی وجود نداره توی تصویر برداری خط و صورت. ما اگر فقط با دو تا بعد بخوایم در واقع یه سری چیزها رو مشخص بکنیم، مثل این موقعیت دندون نهفته، خب اگه بخوام با دو تا بعد بررسیش بکنیم، یه دونه یک نمای مثلا پی ای داریم، خب یا ای پی مثلا روبرو میتونیم بررسیش بکنیم، یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدین اینه که نما رو عوض کنیم. خب مثلا یه این شکلی از بالا این تصویر برداری انجام بدیم، با دو تا نما راحت تر میتونیم لوکیشن اون ضایعه یا لوکیشن اون در نهفته رو تشخیص بدیم. خب به خاطر همین قبلا که حالا سی بی سی سی نبود، عکس اوکلوزا خیلی رایج بود، ولی الان خیلی کم شده، اوردر شاید مثلا سال یک دو تا بهتون بخوره، شاید هم کلا مثلا جایی که کار میکنید اوکلوزا رو پستتون نخوره، بستگی به حالا لود بیمار و مرکز هم داره. یه مثال اگه بخوام براش بزنم، مثلا شما توی سینه، مثلا گرفتی قفس سینه گرفتی، این وسط رو داری یه چیزی میبینی، مثلا یه چیز دنس داری میبینی، اصلا نمیشه تشخیص داد، شاید مثلا بشه تقریبی حد زد که مثلا این کجا، این تو نایه، این تو مریه، نمیدونم جلو عقب فلان، همه اینا داره سوپرایمپوز میشه رو هم. اوکی، برای اینکه بفهمیم چیکار میکنیم، میام یه نمای لترال میگیریم که بفهمیم دقیقا محل اون چیز کجاست، شاید اصلا تو لباس بیماره، خب شاید بیرون است در واقع آناتومی بدن بیمار باشه. این هم دقیقا همین نقش رو داره، اوکلوزال یه نمای مجزایی که ما میتونیم توش چیز رو تشخیص بدیم، محل اون دندون نهفته یا ضایعه‌ای که وجود داره توش تشخیص بدیم. خب سفارومتری که رو در مورد صحبت میکنیم، یک تصویری هست که اگه از نزدیک ببینیدش میگید خب ما اینجا گفتیم که اصلا این عکس ها به درد نمیخوره. بزن عکس رو بیارم. اینجا اومدیم صحبت کردیم، گفتیم که نمای روبرو، نمای کنار، نمای نمیدونم اوبلیک و اینا برای بررسی دندون خب مناسب نیست، پس این برای بررسی چیه؟ سفالومتری آنالیز داره، خب و یه سری در واقع زاویه روش تعیین میشه که اون زاویه ها یه مقدار نرمالی داره، خب یه بازه نرمالی داره که اگر زاویه هایی که تعیین شده، اون آنالیز سفالومتری که انجام شده، اون زاویه هایی که به دست اومده تو اون بازه نرمال باشه، خب میگه آنالیزش نرمال بوده. خب پس سفالومتری کلا به این درد میخوره و بررسی این راه های هوایی هم جزء اندیکاسیوناش هست، مثلا میشه باش دوز سوم رو تشخیص داد، مثلا سه چیزایی که داخل مثلا گرفتگی اگر وجود داشته باشه داخل راه هوایی، هر چیز اضافه ای که داخل راه هوایی وجود داشته باشه خوبه، مثلا میشه با سفالومتری هم کار انجام داد، چون دستگاهش یه جوریه که بیمار قطعا تو حالت ترولترال، اگر که دستگاه کالیبره باشه و سالم باشه، بیمار قطعا تو حالت ترولترال سرش قرار میگیره. خاطر همین کلا برای بررسی راه های هوایی اونا مناسب، برای بررسی فرم اوکلوژن هم خوبه، مثلا شما متوجه میشین که مثلا اوکلوژن دهان بیمار چطوریه، شاید مثلا تو حالت عادی که بیمار داره این کار رو انجام میده، دندوناش رو تو حالت نرمال اوکلوژن داره میبنده متوجه نشین، و سفالومتری قشنگ مثلا دندونهای عقب رو بهتون نشون میده، دندونهای خلفی رو بهتون نشون میده که اینا مثلا نسبت به هم چطوری قرار گرفتن. اما زندیکاسیون هاش سی بی سی تی هم که دیگه سلطانه، همه جور اطلاعاتی به ما میده، ولی خب دوزش بدن بالا، مشکلی که سی بی سی تی داره یکی دوزه، یکی این که خیلی حساس به حرکت بیمار، کوچکترین فکر کنی با خود یه آب دهن گرفت بده فرکش رو باز بسته کنی کلا با عکس رو بندازی دو، حالا نه به این شدت ولی خب تقریبا تو همین مایاست. و این که آرتیفکت فلزی هم داره دیگه، آدم بیچاره میکنه. همونطوری که میدونید کلن سی تی به فلز خیلی حساسه، این آرتیفکت بیم هاردنینگ و اینه ایجاد میشه و مشکل به وجود میاد، ولی خب به درد میخوره باز برای آنالیز.
یعنی خب یکی از اصلی ترین مدالیت هایی که حال حاضر وجود داره. ولی اگر اینا حل بشه، مثلا بحث دوزش حل بشه، اون یه جوری بس از نظر نرم افزاری که خیلی پیشرفت کرده ولی بازم جا داره، از نظر نرم افزاری بتونن این آرتیفکت فلزی رو کمش کنن و یه سری محدودیت هایی که حالا همین روش توموگرافی داره، و این هم توموگرافی دیگه، کامپیوتر توموگرافی، یه سری محدودیت هایی که داره اینا اگه حل بشه واقعا دیگه میشه گفت یکی از بهترین مدلیت ها میشه برای تشخیص، کما که الان هم خیلی میتونه کمک بکنه برای بررسی دندون نهفته، خیلی خوبه برای ایمپلنت، برای پلنینگ ایمپلنت خیلی خوبه، برای بررسی دندون حق رابطهش با این آی ای اینی که اینقدر در مورد صحبت میکردیم خیلی خوبه، اینفریور آلبولانه، و یه سری اندیکاسورین های دیگه هم داره، مثلا تو تروما استفاده میشه، تروما چون بیمار رو معمولا میبرن بخش تروما، خیلی شاید سی بی سی تی ها برشن انجام ندم، ولی خب جزء اندیکاسیون هاش هست، یعنی میتونن بیمار رو بیارن سی بی سی تی هم انجام بدن. و حالا یه سری چیزای دیگه، مثلا ایده اگر باشه، توماری اگر داشته باشه بیمار، اگر مشکلات این چنینی داشته باشه هم باز با سی بی سی تی قابل تشخیص هست. اینم از این. خب حالا بریم داخل دهانی رو شروع بکنیم. من توی تکنیک داخل دهانی ما دو تا روش اصلی داریم. خب یه روش که بهش میگیم روش موازی یا پارالل، میگم چرا بهش میگم موازی. یه روش هم باز بهش میگیم نیم ساز، که میگم چرا بهش میگیم نیم ساز یا بایسکت. اوکی، روش موازی چرا؟ لانگ اکسیس دندون رو در نظر بگیرین، یکی از یه سری از چیزا، یه سری از ناحیه‌های آناتومیک مثلا فوت لانگ اکسیس داره، شورت اکسیس هم داره. خب اگه این رو نمی‌دونیم تو آناتومی بخونید، لانگ اکسیس دندون رو در نظر بگیرین، اینم بهش میگیم شورت اکسیس. لانگ اکسیس دندون توی روش پارادل میاد موازی این سنسور رو قرار میگیره. اوکی، بعد این توی روش پارالل، روش پارالل با یک فیلم هولدری همراه هست که کمک میکنه این اتفاق بیفته، چون اگر این هولدر وجود نداشته باشه و بیمار مثلا میخواد با دستش این سنسور رو نگه داره، میاد پشت دندون، خب اینجا قرار میگیره. حالا سنسور منظورم گیرنده تصویره، هم میتونه فیلم باشه، هم میتونه پی اس پی باشه، هم میتونه دتکتور باشه، میاد پشت این دندون قرار میگیره و دیگه با این لانگ اکسیس زاویه موازی تشکیل نمیده. خب زاویه دارن با هم، اینجا رو اگر دقت بکنید با این لانگ اکسیس زاویه دارن، پارلل دیگه نیستن، اینجا پارلل بودن، موازی بودن، اینجا دیگه موازی نیستن. خب حالا این زاویه بشه دردی میخوره، این زاویه برای تکنیک استفاده میشه، تو تکنیک بشه دردی میخوره. اینجا رو ببینید، این خطی که وسط این زاویه رد میشه بهش میگن نیم ساز. خب این دیگه میدونید خطی که زاویه رو به دو تا قسمت مساوی تقسیم می‌کنه، مثلا زاویه 45 میشه 2.22. آره زاویه 45 مثلا وقتی می‌کنه 2.22، بگم این خط میگن خط نیم ساز. خب حالا خط نیم ساز بشه درد می‌خوره، مثلا چرا این روش اسمش نیم سازه؟ چون زاویه فرودی، خب زاویه اشعه فرودی عمود بر این خط نیم سازه اعمال میشه، نه عمود بر فیلم. اوکی، اینجا تیوب عمود بر فیلم میاد این رو اعمال میکنه، اینجا نه، زاویه دارن با هم، با فیلم اینجا زاویه داره. درد سر روش نیم ساز از همینجا شروع میشه. چرا؟ چون که اشعه فرودی بر فیلم عمود نیست. شما کل کتاب میری رو میری میخونی همش نوشته آقا تا جایی که میتونه دیگه، تا جایی که مثلا اجازه میده اون تکنیک، میگه که اشعه فرودی عمود بر گیرنده تصویر. چرا؟ چون دیستورشن توی تصویر و همریختگی توی تصویر ایجاد نشه. ولی ما اینجا یه بیس این روش داریم، میگیم که آقا دیستورشن داره و همریختگی داره دیگه، چون که اشعه فرودیش عمود برگیرنده تصویرش نیست. پس این ایراد اصلی روش بایسکته.
زیرا دستگیر روش پارالل که الان داره استفاده میشه خیلی بیشتر از روش بایسیک، این هولدر است دیگه. مریضای سیاهشون مهم داستان دارن، یه چیزی داخل دهن بیمار قرار میگیره که ممکنه مثلا مریض رفلکس گگ داشته باشه، ممکنه حالش بد شه، یه سری خیلی حساسن، مثلا یه سری زبونشون مثلا دهنشو باز میکنه طرف حالش بد میشه، این بیمار رو بهش برمیخوره. و ما این چیزه این هولدره یه ذره اینجا هم در سرسازه دیگه، و این باید کنترل بشه یه جوری، به مهارت شما بستگی داره، هرچی که میگذره مهارت شما که بیشتر میشه، این با بیمارای بیشتری میتونید گیر کنید تو این قضیه و میتونید باش کنار بیان یه جوری، یه سری تکنیک هم داره. و خب برای این جلسه دیگه کافیه. دوستانی که سوال ندارن، خب دوستانی که مشکلی ندارن، اگر که آقای دکتر روشون کاری ندارن میتونن برن، و اگر که از آن سوالی دارن میتونن توی استایرون بمونن، من در خدمتشون هستم و تا سعی میکنیم تا همون ساعت 4 پرسش ها رو پاسخ بدیم و دیگه شما رو به خدا مهربان بسپاریم تا فردا که ایشالله جلسه حضوری رو داریم. مرسی بچه ها، شما خسته نباشید. کلن خسته نباشید و به تر همه کلاس آنلاین میگین، نه؟ شما کلاس آنلاین نداشتید. بکنم 10 دقیقه آخری کلاس خود میمین استاد خسته نباشید، تمامش کن بریم. بچه ها اگر سوالی داری، مطلبی براتون ابهام داره، من در خدمتم، میتونید بپرسید. بله فکر کنم جلسه ضبط شد. خب جای مشرفی واقعا خسته نباشید. زنده باشید، متشکرم. من خسته نباشید آخر رو بهتون گفتم، به قول شما دانشجو عاشق کلمه خسته نباشیدن. من تو توییتر فکر کنم دیده بودم. آینده باشید. بسیار ممنون بابت ارائه خوبتون. انشالله آدرس دقیق محل برگزاری حالا کار عملی رو من میذارم توی گروه و فردا ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. اگر سخن پایانی چیز ندارید، ما میتونیم که پایان این کارگاه رو اعلام کنیم. من فقط گفتم باشیم اگر دوستان سوالی دارن که کسی فکرم چیزی اعلام نکرد. حالا گروه واتساپ هم هستیم دیگه. بله بله. اگر اونجا هم مشکلی بود. من همه دانشجو ها گفتم، بازم میگم که این گروه ما توقع داریم تداوم داشته باشه، بچه های دیگه هم بیان اضافه بشن، اصلا یه مجمعی باشه یه جوری که فرضاً فقط در زمینه OPG کار بکنه. خیلی هم خوبه، یه جوری باشه که بچه ها متمرکز باشن، سوالاشون رو بپرسن و حالا حتما نباید اینجا باشه، اون گروه میتونه فعال باشه، تمام مشکلات رو اونجا ما میتونیم انشاءالله برطرف بکنیم. انشاءالله. تشکر فراوان از شما جناب آقای مشرفی، خیلی خیلی زحمت کشیدید و لطف کردید. قربان شما. ممنون و متشکرم. خسته نباشید. متشکرم. ان شاء الله ما فردا در خدمت شما خواهیم بود. ان شاء الله. پاینده باشید. خدا نگهدار. موفق باشید. خداحافظ شما.